به گزارش سازمان ملی اقیانوس و جوی آمریکا سال 2016 گرمترین و خشکترین سال از زمان آغاز روند گرمایش زمین و افزایش دما بوده است. به گفته این سازمان این سومین سال پی در پی از سال 1880 به این سوست که دمای زمین در حال افزایش ثبت و موجب گسترش خشکسالی در مناطقی مانند هند و آفریقا شده است. این گزارش همزمان با دومین روز اجلاس جهانی اقتصاد منتشر می شود. در دومین روز از این اجلاس موضوع آب و هوا و شرایط اقلیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جنیفر مورگان مدیر اجرایی صلح سبز میگوید این صد افزایش دما طی 115 هزار سال گذشته بی سابقه است و ضرورت اقدامات لازم را نشان می دهد. به عنوان صلح سبز می گوییم زمان آن فرا رسیده که فعالیت در این زمینه در مرکز همه چیز قرار بگیرد. دولت ها باید وارد عمل شوند و به مردمی که می آینده متفاوتی داشته باشند گوش کنند. این در حالی است که علیرغم توافق پاریس برای کاهش دو درجه از دمای زمین دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا اعلام کرده این توافق را لغو خواهد کرد این گیری دونالد ترامپ انتقادهای زیادی برانگیخته است در کمیسیونی که در سنای آمریکا تشکیل شد اسکات پرویت سناتور اوکلاهاما که از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب شده این سخن دونالد ترامپ را که تغییرات جوی یک فریب است نادرست خواند آمریکا از بزرگترین تولید کنندگان گاز کربونیک است